سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، در گفتار پیشین به عرض شما یاران عزیزم رسوندم که ظهور تصوف در میان جامعه مسلمانان به همون عصر تابعین برمیگرده، در زمان امام علی علیه السلام تصوف شروع شده و اون کسی که از طرف امام همام علی ابن ابی طالب علیه السلام مأمور به آموزش طالبان و مستعدان و قابلان بوده، جناب شیخ حسن بصری از طرف حضرت علی مرتضی علیه السلام بوده. به همین دلیل ما مشاهده میکنیم که تصوف به عنوان مکتب باطنگرایی اسلامی از همون تلیعه اسلام ظهور میکنه و حضور داره. این نکته بسیار مهمه، بسیار بسیار مهم. بسیاری اشخاص هستند که در همون دوره میان و به جمع باطنگرایان زیر چتر قرآن میپیوندند، از نقاط مختلف، از نقاط مختلف جهان. یکی جریانی وجود داره که پیش از ظهور اسلام بت پرسته، سنگ پرسته، چوب پرسته، خیال پرسته، اوهام پرسته، خرافه گراست. این جریان ضد فرهنگه، منغمر در باورهای جاهلی. یک جریان باطنگرا و نورجو و معرفت طلب و گنوستیکه که در پی خودشناسی و خداشناسیه. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث و مأمور به دعوت میشند، طبیعتاً
اون کسانی که در پی آموزش های باطنی هستند با شوق و اشتیاق میرن خدمت ایشون، و کسانی که منغمر در عادات خرافی جاهلی هستند میخوان جلوی ایشون رو بگیرن. این ماجرا تا انتهای حیات رسول اکرم 23 سال بعد از بعثت ایشون ادامه داره و بعد باز هم ادامه پیدا میکنه، قطع نمیشه. کسانی که باطنگرا بودند بعد از رسول اکرم از فیض آموزش های حضرت علی علیه السلام بهره‌مند می شدند. اون کسانی هم که نقطه نظرات دیگری داشتند به راه و روش خودشون می رفتند. از زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث می شند و آموزش های ایشون ظهور پیدا میکنه تا بعد از رحلت ایشون بسیاری از اشخاص از نقاط مختلف دنیا میان خدمت معصوم شرفیاب میشن برای اینکه از آموزش های معصوم بهره مند بشن. این وضعیت ادامه داره تا پایان عصر غیبت صغرا و آغاز دوران غیبت کبرا. این مکتب باطنگرایی به همین ترتیب ادامه داره. کسانی که می اومدن خدمت رسول اکرم و علی علیه السلام برای اینی که خودشون رو بشناسند و خدای خودشون رو بشناسند به روش باطنگرایانه با سیر در اعماق، این گروه رو بنده دارم راجع بهشون صحبت میکنم. این گروه کسانی نیستند که به ضرب شمشیر مسلمان شده باشند یا ترک بت پرستی یا ترک خرافه های جاهلی کرده باشند. اینها از طریق خودشناسی میخواستن خداشناسی بکنن. اینها بر این نظر بودند که هر ظاهری یک باطنی داره و هر کلامی یک روحی داره. یک نفر در کلام توقف میکنه، یک نفر میخواد در اقیانوس روح اون کلام منغمر بشه و لایه لایه غوص بکنه تا به عمق اون اقیانوس برسه و به اون جواهر اسرار، به اون مرواریدهایی که در عمق اقیانوسه و در صدفهای کون و مکان نگهداری میشه دسترسی پیدا بکنه. به این روش میگن ازوتریزم، یعنی باطنگرایی. اینها میان خدمت پیغمبر اکرم میرسن. فرض بفرمایین سلمان پارسی یکی از اینا بوده، بازان پارسی یکی از اینا بوده. اینها کسانی نبودن که قبلن اصولن کارشون سنگ تراشی و بت پرستی و این کارا باشه، نه خودشون محقق بودند، اهل تحقیق بودند، دنبال حقیقت میگشتند. اینا این ور اون ور میگشتند دنبال معلم معنوی تا اخلاق انسانی رو در وجودشون پرورش بده و نهایتاً در مکه یا در مدینه حضور رسول اکرم شرفیاب میشن. به این جریان باطنگرا و طریقتی بعد از ظهور اسلام در میان امت مسلمان میگن صوفی. اما اگر که ما بخوایم به خود ظهور واژه صوفی نگاه بکنیم، ببینیم که صوفی از کی پیدا شده، این واژه از کی ظهور کرده
مشتقاتش چیه، ریشه هاش چیه، غیره، بر اساس منابع موجود کتابت واژه صوفی با رسم الخط عربی برمیگرده به قرن دوم هجری. اما چنان که متوجه شدیم، مکتب باطنگرا و ازوتریک و طریقتی در همون قرن اول هجری در میان اصحاب رسول الله و ارادتمندان علی ابن ابی طالب وجود داشته و آموزش داده می شده. تاریخ تولد حسن بصری به عنوان مربی و معلم مجاز از طرف امام همام علی علیه السلام 21 هجریه، یعنی نیمه اول قرن اول هجری، و همون آموزش های جناب شیخ حسن بصریه که بعدن به نام تصوف نامیده میشه. ما وقتی متون تصوف، مثلا منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری رو میخونیم و میذاریم بغل آموزش های جناب شیخ حسن بصری، میبینیم عین همونه. آموزش های جناب خواجه عبدالله انصاری به عنوان مکتب تصوف و طریقت اسلامی معروفه و عینش در آثارش جناب شیخ حسن بصری موجوده. پس میتونیم خیلی راحت نتیجه بگیریم که تصوف از همون قرن اول هجری ظهور کرده، سند برای ما. اما نام صوفی با رسم الخط عربی که الان معموله در قرن دوم هجری ظهور پیدا میکنه. حال ما میخواییم یه مقداری حول همین این واژه صحبت کنیم. الان توجه کنید دوستان، این مطالب مهمه و شاید برای اولین باره که به عرضتون رسیده میشه. از نظر مورخین تاریخ با خط شروع میشه. فرهنگ بشری دارای دو بخشه، یه بخش مکتوبه، یه بخش شفاهیه. از وقتی که خط اختراع شده و اون چیزهایی رو که مردم سینه به سینه بین خودشون نقل می کردند به صورت کتاب در آوردند، برای مورخ یه نقطه آغازی به شمار میره. پیش از اون ما قبل تاریخ محسوب میشه، وجود داره، فرهنگم وجود داره، همونیه که کتابت شده، اما سندی ما نداریم که بهش رجوع بکنی. سند ما از لحظه که کتابت آغاز میشه. بسیاری از داستانهایی که الان به خط سانسکریت موجوده 5000 سال پیش مثلا به قید کتابت در اومده. میگن قدمت این داستانها به 5000 سال قبل میرسه، اما قدمت این داستانها به طور مکتوب به 5000 سال قبل میرسه. و هیچ دلیلی ما نداریم که بتونه به ما ثابت بکنه که پیش از این که این داستانها به قید کتابت در بیاد وجود نداشته. حال بیایم به 1400 سال قبل. در 1400 سال قبل ما باید به وضعیت فرهنگی سرزمین هایی که توسط سپاه اسلام فتح میشه توجه بکنیم، ببینیم چه فرهنگی اونجا رایج بوده، زبانشون چی بوده، لغت هایی که به کار می بردن چی بوده و غیره. پیش از ظهور اسلام رسم الخط نبتی وجود داشته که بعد یک رشته از این رسم الخط نبتی بعداً تبدیل میشه به رسم الخط کوفی که باهاش نخستین آیه های قرآن نوشته میشه. کهن‌ترین قرآنی که الان در دسته با رسم الخط کوفی نوشته شده که در واقع تحول پیدا کرده
اون رسم الخط نبتیه. اما خود همین رسم الخط کوفی هم به سرعت تحول پیدا میکنه. قرآن برای اینی که به دست فراموشی سپرده نشه به قید کتابت در میاد، بعد دستور زبان عربی نوشته میشه، گرامر نوشته میشه. خیلی از زبانها هست که مردم، قبیله ها، اقوام باهاش تکلم میکنن، اما نه رسم الخط داره و نه گرامر داره. مردم همینطوری به طور امی از مادران خودشون یاد میگیرن و با اون زبان تکلم میکنن. زبانهای بوشمنها در افریقا زبانیه که شاید از 100,000 سال پیش وجود داشته. نزدیکترین زبان به زبان اولیهیه که پدر و مادر عموم بشریت باهاش تکلم میکردن. این زبان گرامر نداره، یاد میگیرن و باهاش حرف میزنن. زبان عربی فاقد گرامر بوده و اصلا رسم الخط نداشته. نحویون هستند که رسم الخط رو برای زبان عربی به وجود میارن و تدوینش میکنن. بعد جنبش ترجمه آغاز میشه، نهضت ترجمه آغاز میشه. یعنی بسیاری از کتابهایی که پیش از این که سرزمینهای مختلف توسط سپاه اسلام فتح بشه به زبانهای مختلفی نگارش پیدا کرده بوده، بعدن به زبان عربی ترجمه میشه. حالا الان زبان عربی گرامر خودش رو پیدا کرده و رسم الخط خودش رو پیدا کرده و یه عده از فرهنگ دوستان برای اینکه مانع از نابودی فرهنگ سرزمین خودشون بشن، شروع دست به ترجمه این کتاب ها میزنن. پس بسیاری از مطالبی که قبلا در اون سرزمین ها وجود داشته با زبان جدید یعنی عربی و با رسم الخط جدید این زبان، یعنی همین رسم الخط عربی که الان وجود داره در ایران به عنوان رسم الخط زبان فارسی هم به کار میره، تدوین شد. وجود یک لغت با رسم الخط اون لغت دو مقوله کاملا متفاوتن. یعنی یک واژه میتونه وجود داشته باشه و مورد استفاده قرار بگیره، بین کسانی که با اون واژه صحبت میکنن به کارش میبرن. به همین دلیل ما وقتی که بحث میکنیم راجع به واژه صوفی، این واژه دو تا حیات داره. یه حیات با رسم الخط عربی از وقتی رسم الخط عربی معمول شده و یکی حیات این واژه پیش از اصولا غلبه سپاه عرب بر سرزمین هایی که این واژه توش معمول و مستعمل بود. میخوایم این بحث رو بکنیم، میخواییم ببینیم که آیا در سرزمین های تصرف شده توسط سپاه فاتح این واژه صوفی قبلن اصلا وجود داشته یا نداشته. خب بحثمون رو الان مشخصا باید ببریم به زبانهای دیگر، زبان‌های غیر عربی که بعداً لغت‌هایی از این زبان‌ها وارد زبان عربی شده و داخل در فرهنگ و ادبیات اسلامی شده. بعداً ما مشاهده می‌کنیم که در بین النهرین، یعنی جایی که الان عراق و قبلاً پایتخت ایران تیسفون در اونجا قرار داشته، اونجا بوده، بغداد، قبلا تیسفون و مدائن در اونجا بود. اینجا ناحیه غربی ایران، محل تلاقی ایران و روم شرقی بود. این ناحیه
بعدن سپاه اعراب از عربستان اومد و اول این ناحیه رو تصرف کرد، یعنی قادسیه رو. قادسیه در عراق در بین النهرینه. بعدن در این ناحیه، در این بین النهرین، شما مشاهده میکنید که تیسفون تخریب میشه، مدائن تخریب میشه، اینجاها تخریب میشه همش. بعد پادگان ها و اردوگاه هایی که سپاه میومده میزده، خیمه و چادر برپا میکرده، بعدن تبدیل به شهر میشه، مثل شهر کوفه، مثل شهر بصره، یا یه شهرهایی از بین میره، یه شهرهای دیگه جایگزینش میشه، مثلا مدائن و تیسفون از بین میره، بعد بغداد درست میشه. در اینجاها مردمی که زندگی میکردن با زبانهای خودشون تکلم میکردن. اینجا زبان معمول زبان پهلوی و خط پهلوی بوده، زبان آرامی و خط آرامی بوده، زبان سوریانی و خط سوریانی بوده. و بعد دانشگاه های ایران در اون دوره از اساتید رومی و یونانی دعوت کرده بود که بیان و به عنوان استاد مدعو تدریس بکنند، و بسیاری از دانشگاه های یونان و روم که تعطیل شده بود، اساتیدش اومده بودن اینجا درس میدادن. یعنی به طور مسلم در دانشگاه جندی شاپور زبان یونانی معمول و مستعمل بوده در دوران ساسانیان، چون اساتید یونانی و رومی تدریس میکردن، این زبون ها اونجا معمول بوده که به خط خود اون فرهنگ ها کتابت میشده. حال ما باید به دنبال لغت صوفی بگردیم که در زبانهای دیگر پیش از اسلام وجود داشته و به خط دیگری کتابت می شده، چون هنوز رسم الخط عربی درست نشده بوده. بعد از اینکه این سرزمین ها فتح میشه و حکومت مرکزی شکست میخوره و حکومت جدیدی به وجود میاد و زبان عربی به قید کتابت در میاد و گرامری پیدا میکنه و نهضت ترجمه شروع میشه، این فرهنگ ها هم ترجمه میشه، به قید کتابت در میاد، اون واژه ها هم همینطور. پس ما حالا برمیگردیم به زمانی که در این نواحی مردم به زبان های دیگری تکلم میکردن و با خطوط دیگری مینوشتن، و میخواییم ببینیم که آیا در اون زمان واژه صوفی وجود داشته یا نداشته. قطعا وجود داشته. الان راجع بهش صحبت میکنم. میخوام این رو بگم عزیزان که واژه صوفی به لحاظ حیات کتبی خودش پیش از اسلام یه واقعیته. بعد از اسلام تدوینش با رسم خط عربی، کتابتش با رسم الخط عربی به قرن دوم هجری برمیگرده، اما این ارتباطی به اصل واژه نداره، ارتباطی به وجود واژه نداره. خب از دو ریشه میتونیم وجود این واژه رو پیش از اسلام، همین واژه صوفی با همین نوع تلفظ صوفی رو نشون بدیم. یکی ریشه یونانیه، واژه صوفی به معنی حکمت، که ازش ترکیبات و اشتقاقات مختلفی در فرهنگ یونانی وجود داشته. مثلا در زبان انگلیسی به حکیم میگن فیلسوفرز، به زبان فرانسه بهش میگن فیلوزوف، در زبان فارسی بهش میگفتن پیلا صوفی. و به همین نحوه، یعنی پیلا صوفی، یاد شده و توسط ابو ریحان بیرونی به قید کتابت در اومده. ابو ریحان بیرونی اصلا رو این نکته اومده انگشت گذاشته،
دو بیتی رو ابو ریحان نقل میکنه که بحث میکنند راجع به واژه صوفی و ریشه واژه صوفی. مردم چون از اصل این واژه بی خبر بودن چیزهای دیگه‌ای رو بهش نسبت دادن و میگه ریشه واژه صوفی در رسم الخط عربی واژه یونانی صوفیه به معنی حکمت و کسی که از راه باطنی دنبال حکمت میره که این به قرینه محذوف و درش مستتره. این نکته انکارناپذیریه که واژه صوفی در زبان یونانی به صورت گسترده در تمامی نواحی غرب ایران وجود داشته به معنی حکمت و حکمت باطنی، یعنی حکمت اشراقی، حکمت خالده، نه حکمت عقلانی، حکمتی که به افلاطون برمیگرده، نه حکمتی که به ارسطو برگرده. وجود داشته، رواج داشته، رایج بوده. اصولا حکمت خالده، صوفیا به معنی حکمت خالده، این حتی یه پایه در میتولوژی یونانی هم داره و اصولا خود صوفیا رو، یعنی حکمت رو، به صورت یکی از فرشتگان، به صورت یکی از خدایان در میتولوژی یونان ما مشاهده میکنیم که من الان نمیخوام واردش بشم، اما بحث مشبع و مبسوطی در حول صوفی وجود داره در فرهنگ یونانی، فرهنگ اشراقی یونانی، فرهنگ خالده یونانی، و این بر تمامی مغرب زمین ایران، نه فقط یونان، نه فقط روم، نه فقط بیزانس، بلکه بر ایران غربی این سایه انداخته بوده. همون سرزمین هایی که در ابتدای امر توسط سپاه عرب تصرف میشه و همون جایی که بعداً واژه صوفی با رسم الخط عربی تو ظهور میکنه. این بحث غیر قابل انکاره. اما معمولا صوفی به معنی حکمت حرف زیگمای یونانیه. در زمان نگارش با رسم الخط جدید الاختراع عربی با واژه سین نوشته میشه، اما در قرن دوم هجری وقتی از شخصی به نام ابو هاشم کوفی که صوفی بوده یاد شده در متون، این با استفاده از حرف صاد نوشته شده واژه صوفی، قاعده ای نمیشه برای این استخراج کرد که اون کاتبان تصمیم گرفته باشند که سیگمای یونانی رو وقتی میخوان با رسم الخط عربی بنویسن با سین بنویسن با صاد ننویسن. اصلا اینجوری نیستش. نمونه‌ای براتون عرض بکنم. کشور چین، مملکت چین، سرزمین چین با اون عظمتش، با اون تاریخ، با اون فرهنگش، از کی در رسم الخط عربی کتابتش آغاز شده؟ از کی؟ آیا ما میتونیم بگیم که پیش از قرن دوم هجری اصلا چین وجود نداشته چون به زبان عربی کتابت نمیشده؟ نه، نمیشه. این حرف خردمندانه نیست اگر گفته بشه. چین وجود داشته، به قید کتابت در میاد به زبان عربی با رسم الخط عربی، اما به چه کیفیت؟ یعنی چجوری واژه چین رو نوشتن در رسم الخط عربی؟ نوشتن سین با صاد، صاد و یه و نو. گفته میشه اطلب العلم ولو به سین. سین با صاد یعنی چین. صاد چه ارتباطی به چه داره؟ هیچ ارتباطی نداره، اما اینجوری نوشته میشه. مثل اینکه مثلا گنج فارسی
جزء لغات دخیل در زبان عربی در اون دوران بوده که حتی وارد قرآن مجید هم شده، به صورت کنز، کنوز جمع میبندنش، این گنجه. یعنی دگرگون کردن رسم الخط یه واژه به طور کلی. به همین دلیل این قاعده ای نداره که ما بگیم زیگمای یونانی که در صوفی به معنی حکمت وجود داره، وقتی خواسته با رسم الخط عربی نوشته بشه، با سین نوشته شده، با صاد نوشته نشده. از جانب دیگه واژه صوفی به نحو دیگری هم به کار می رفته در ناحیه غرب ایران، در زبانی که در اون ناحیه مستعمل بوده. عزیزان، ما واژه صوف رو داشتیم که به معنی پشم حیوانات بوده و اشخاصی که لباس درست شده از پشم به تن می کردن به اینا می گفتن صوفی، یعنی پشمین پوش. پشمین پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. پشمین پوش، دقیقا پشمین معادل صوفیه. اما این نامگذاری از کجا میاد؟ از اینجا که معمول کسانی که راهبانی که دیرنشینانی که صومعه نشینانی که در نواحی غربی ایران زندگی میکردند و کارشون ممارستها و ورزشهای باطنی بوده که به سبب اونها، به سبب انجام اون ورزشها میخواستند که چشم باطن خودشون رو باز کنند و مدارک فراحسی خودشون رو تقویت بکنند تا از اون طریق به خودشناسی، نه از راه قیاس، نه از راه تعقل، بلکه از راه معرفت غیرحسی مستقیم نائل بشند، معمول اینها این بوده که اون لباسی که به تن می کردند لباسی بافته شده از پشم بوده. ضرورتاً هم لباس زمختی نبوده، لباس پشمی بوده که ممکنه خیلی لطیف بافته می شده. اهل حوزه رو به عبا و عمامه می شناسن، اهل دیر رو به این لباس صوفی می شناختن، یعنی لباس پشمی، این عبا و ردا و قبای پشمی که به تن می کردن و روی دوششون می انداختن. بهشون می گفتن پشمین پوش، می گفتن صوفی. این واژه صوف که بعداً با رسم الخط عربی که نگارش پیدا می کنه با صاد نوشته میشه، در عربستان وجود نداشته، اما واژه‌ای بوده که در ایران غربی در بین النهرین مستعمل بوده. به دیرنشین های نواحی غربی ایران اطلاق می شده که کارشون خودشناسی بوده. پیش از اسلام گنوستیک بهشون میگفتن که کارشون عرفان بوده، رسیدن به عرفان بوده از طریق به کار بستن متدهای خاص. این گنوستیک ها لباسی که تنشون میکردن صوفی بوده، یعنی پشمی بوده. عوام به اون دیرنشین ها میگفتن صوفی، پشمین پوش، نمیگفتن گنوستیک. بعدن ما مشاهده میکنیم که در آثار بجامانده از منقولات مربوط به قرن اول هجری گفته میشه که حسن بصری، جناب شیخ حسن بصری که در حقیقت واضع مکتب تصوف در جماعت اسلامیه، ایشون میگه که موقعی که شهر مکه خالی میشد از سکنه، یه شخصی که صوفی بود از بیابانهای دور می اومد و یه طوافی دور کعبه انجام می داد و برمی گشت و می رفت. به طور کلی به دیرنشین ها می گفتن صوفی.
اگر شما بگین که پس چرا ما رسم الخط مکتوبی از این نداریم، به خاطر اینکه به این خطی که الان معموله که کتابت عربی به فارسی انجام بشه، اون موقع اصلا وجود نداشته که چیزی کتابت بشه. بعد از اینی که این خط درست شده، کتابت این واژه آغاز شده. اما اینی که اگر گفته بشه که اگر که وجود نداشته این خط، پس شما از کجا میدونین که این واژه وجود داشته؟ همچنان که خدمتتون عرض کردم، مثل واژه چین که وجود داشته بدون اینکه به زبان عربی نوشته شده باشه، بسیاری از واژه ها وجود داشته که بعداً به قید کتابت در میومده. اما ما از کجا میدونیم وجود داشته؟ به خاطر اینکه در زبان های دیگر نگارش پیدا کرده بوده، به خاطر اینکه در خط و زبان های دیگر نگارش پیدا میکرده. چنان که گفتم، واژه صوفی در زبان یونانی معمول بوده، در زبان آرامی و سوریانی و پهلوی معمول بوده، مشتق از واژه یونانی حکمت، و اون حکیم گنوستیک باطنگرایی که میخواسته خودش رو بشناسه و خدا رو بشناسه بر اساس روش گنوستیسیزم، این لباسی که تنش میکرده از صوف بوده. به همین دلیل عوام بهش میگفتن صوفی، دانایان بهش میگفتند گنوستیک. بعد از ظهور اسلام به همین اشخاص دیگه گنوستیک اطلاق نمیشه، این واژه از میون میره و جای خودش رو میده به واژه صوفی. یعنی به طور عموم مردم به اینا میگفتن صوفی و همین واژه هم روشون میمونه و ادامه پیدا میکنه. واژه گنوستیک دیگه از دور خارج میشه. اما همون اشخاص بودن، همون باطنگرایان بودن. بعضی هاشون میمدن خدمت رسول اکرم، عرض میکردن اجازه میفرمایید ما از تعالیم شما بهرمند بشیم. ایشون میفرمودن که شما کی هستین؟ میگفتن ما راهبان دیرنشینیم. پیغمبر اکرم فرمودن لا رهبانیت فی الاسلام، روحانیت در اسلام وجود نداره. اینی که انسان خودش رو از جامعه بکشه کنار و بره بالای کوه و بخواد دیر نشینی بکنه، این درست نیست. انسان باید بیاد اخلاق جوانمردی رو در وجود خودش پرورش بده و بره تو جامعه و کمککار و مددکار دیگران باشه. این کار باید بکنه. به همین دلیل این راهبانی که گنوستیک بودن، روش زندگی خودشون رو تعدیل میکنند و زیر نام صوفی در جامعه اسلامی ظهور پیدا میکنند. اینها همه در غرب ایران اتفاق میفته. چنان که گفتم، حسن بصری در مدینه به دنیا میاد و در بصره استقرار پیدا میکنه و بعد از بصره حرکت میکنه میره به خراسان و اون وقت ما مشاهده میکنیم که مشعل عرفان و تصوف اسلامی در خراسان برافراشته میشه و فروغش همه جا رو میگیره، که این بحث رو بعداً در ادامه این صحبت به عرض شما عزیزان میرسونم. خدا نگهدار. سوم اسفند، روز جهانی درویش، بر درویشان ایران و جهان مبارک باد.
عاشقان عیدتان مبارک باد، این بر عاشقان مبارک باد. کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری.
شکست منم در صورت شکست منم ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار مرقم زده شد بر سر نوشته آدم.